سلام دوستان وقتتون به خیر باشه بیانیه اخیرا از سوی میرحسین موسوی صادر شده البته به سفارش میر در رسانه منتشر شده ادبیات ادبیات میرحسین نیست من توی ویدیو قبلی خدمت شما مفصل توضیح دادم انگیزه ای این بیانیه رو و قرار به کجا برسه و برای میرحسینی که احتمال میدن در روزهای البته روسا که نه در سالهای آخر عمرش باشه البته اینم داخل پرانتز بگم مرگ یک حقیقت هست که همه ما رو در بر میگیره این چیزی که من دارم میگم خدای نکره نه توهین هست نه بی اترامی. انگیزه های اون بیانیه رو دارم میگم بیانیه اخیر رو دارم میگم که چرا این فرض رو بردن به سمتی که این بیانیه نوشته بشه اینو اضافه نمی کنم چیزی بهش چون توی یک ویدیو کامل توضیح دادم دیگه الان تکرار مکررات میشه بهش بخوایم بپرزیم فقط یه چیزی رو داخل پنتز بگم من مجبورم برگردم یک اتفاق در سال 88 اسم یک شهیدی رو بیارم که شاید خانوادش از دست ناراحت بشن من پیشا پیش از میکنم چون داستانهایی رو اینها درباره یک شهید مدافع حرم مطرح کردن این شهید سرمایه هایی رو ساخت در سال 88 که یکیش فرزند شماست من مجبور هستم تو این گزارش اسم یک شهید در ماجره های مربوط سال 88 رو بیارم بریم بررسی بکنیم فضا رو فقط یه چیزی میخوام قبلش بگم یک حمله بی شرمانه در این گزارش انجام شده خطاب به مدافعان حرم و در رأس اونها به شخص شهید قهرمان شهید حسین همدانی فقط من دو سه تا نکته رو میخوام بگم قبل از اینکه وارد این بیانیه بشیم دوستان یک تصویری رو روی صحبت من مشاهده میکنید بله این تصویر برای یک روزنامه هست به نام رویش ملت روزنامه که وقتی این تصویرش منتشر شد همه ما عصبانی شدیم همه جامعه یک لحظه شوکه شدن گفتن که اینا مگه داعشی هم پشت این روزنامه چرا از این ادبیات استفاده کرد نمیشه که سرتیپ حسین همدانی در سوریه کشته شد بیانیه اخیر میروسه نگاه بکنید حمله مستقیم به شهید حسین همدانی ببین حملاتی که از سوی جریان اصلاحات و جریان غربگرا شما در روزنامه هاشون و در رسانه هاشون و در اظهار نظرهاشون هاشون میبینید ابدا اتفاقی نیست اونها از از می رفتن داعش در جایی به نام عراق و سوریه به شدت عصبانی هستن از احیای عراق و سوریه به شدت عصبانی هستند و حسین حمدانی و قاسم سلیمانی و امثال اینها رو متهم اصلی این داستان میدونن و به شدت از اینها عصبانی هستن. اگر جرئت داشتن و اگر میتونستن و اگر میدونستن که مردم بابای اینها رو در نمیارن در روزنامه‌هاشون به قاسم سلیمانی هم حمله میکردن شما امروز نگاه بکنید اون شخصیتی که میر حسین موسوی در بیانیه داره بهش حمله میکنه شخصیتی است که روی شملت در گزارش خودش تحت عنوانه، کشته شد کلمه شهید رو به کار میبره با عنوان کشته شد ازش یاد میکنه این نشون که این بخشی از یک فکر هست در یک جریان سیاسی که جرأت نداره فعلا برملاش بکنه یه جاهایی بهش اشاره میکنه من درباره شهید حسین همدانی دو تا نکته خدمت شما عرض کنم رفیق صمیمی حاج احمد متوسلیان و شهید محسن وزوایی ایشون از جمله رفقای این قهرمان های وطن بوده زمانی وارد سوریه میشه که 80 درصد خاک سوریه از بین رفته بود از دست خارج شده بود به دست گروه افتاده بود که این گروه ها حجم عجیب و غریبی از خشونت رو در رسانه ها منتشر میکردن شما جنایت های داعش رو که نگاه میکنی با نمونه از جنایت های هالیوودی روبرو هستی یعنی دوربین اومده سناریو نوشته شده از اون طرف زندانیا میان از این طرف مثلا کسانی که میخوان محاکمه کنن وارد میشن حرف خونده میشه بیانین هم چیچی میشه یه دونه ام... این چیچی ها دارن عبالا میاد فیلم برداری میکنه خیلی هالیوودی گرفته میشه جپت این شکلی نبود جپت جنایت هایی انجام میداد که شما با جامعه نمیتونی در میون بذاری شما بخشی از این فیلم ها رو به جامعه نمیتونی ارائه بدی بخشی از جنایت هایی که صورت میگرفت رو نمیتونی مطرح بکنی من قبلا هم خدمت شما عرض کردم توی عید بود داشتم یک گزارش درباره سوریه به شما ارائه میدادم 5 6 تا قسمت اگر باشه توی عید درباره سوریه با هم صحبت کردیم اونجا خدمت شما عرض کردم انقدر از این جنس از محتواها در یک بازی زمانی آرشیو کردم از جنایت های تکفیری ها خب بالاخره بخشی از کاری بود که ما در حوزه برنامه سازی انجام دادیم که از یه جایی بعد احساس کردم دارم, دارم دوچار دو قصاوت قلب میشم چون حجم جنایت ها تو این قضیه خیلی بالاست حجم چیزهایی که منتشر شد خیلی بالاست حالا شما نگاه میکنی سوریه 80 درصدش توسط اینها سقوط کرده اصلا یک بخشی از میدان نبرد به شلیک طرفی نرسیده مردم از ترس فل کردن رفتن نیروی نظامی از ترس فل کرده رفته کار دیگه نمیتونسته بکنه فیلم هایی که منتشر می شده هایی که منتشر می شده نشون میداده که اوضاع خیلی بحرانیه اینجا یک شخصیتی وارد میشه به نام حسین حمدانی خب ما از حاج قاسم خیلی شنیدیم ما از قهرمان هایی از این دست خیلی شنیدیم حسین همدانی رو هیچ کس هیچ وقت فرصت نکرد برای مردم ایران روایت کنه شما اگر متوجه می که او چه کسی هست البته خود ما هم خودم هم شامل کنم بهتره ما اگر متوجه می شدیم با چه قهرمانی طرفیم امروز می می‌گفتیم میگفتیم یه دونه ایرانیه یه دونه ایرانی و اصلا کلا با زحمات و مدافعان حرم و حاج قاسم و همه اینا رو سر ما یه دونه ایرانیه 80 درصد سوریه زمانی که از دست خارج شد و به تصرف تکفیری ها در اومد و یک بخشش به تصرف نیروهای همسو با ترکیه درآمد او وارد میدان شد سیر تحولات توسط شد این حسین همدانی هست که اینها به شدت ازش کینه دارن بریم جلوتر من میخوام بیانیه میر حسین رو برای شما بخونم دوستان بخش اول بیانیه رو برای شما خوندم میر حسین در بیانیه که میشه دو تا نکته میگه نکته اول اینه که میگه که دو تا اتفاق در منطقه ما رخ داد اشاره میکنه به بیداری اسلامی و بعد بحران هایی که در منطقه اتفاق میفته بعد میگه که این جنس از اتفاق ها منجر شد به به وجود آمدن چیزی به نام داعش اصلا کاری ندارم که داعش رو متولد کنندش رو ایران میدونه آمریکا میدونه افغانستان میدونه وقتی به داعش اشاره میکنه یعنی بر این باور هست که داعش یک مو... چجوری بگم یک موجود خطرناکه که به وجود آمدنش یک چالش برای منطقه ما هست ببین در ابتدای بیانی وقتی این رو میگه یعنی اینو پذیرفتی که داعش جنایتکار و خطرناکه و خطره برای منطقه چون در تناقض با بقیه بیانیه هست من میدم در ادامه یه چیزی میگه میگه که این داعشی که به وجود اومد و این بحران هایی که به وجود اومد به منطقه ما به کشورها از جمله ایران ضربه زد ببین پس تو تا اینجای بیانیه داریم میگه یه چیزی به وجود اومده به نام داعش بعد میگه به ملت های منطقه از جمله ایران ضربه زد یعنی من اگر در ایران هستم و دارم در ایران زندگی میکنم باید بدونم یه چیزی اونجا به نام داعش به من ضربه زده پس من اگر سر جام بشینم ضربش میتونه تر بشه یعنی تو در ابتدای بیانیه خودت این اجازه رو برای من صادر کردی که من با دایش بجنگم درسته در ادامهش اگر خلافش رو گفته باشی یعنی تناقض دیگه بریم بخونیم بریم ادامه بیانیهش رو هم بخونیم بخونی بخش دومی که من اختصاصی برای شما آماده کم چون صرفا پرداخته به قضیه مدافعان حرم ببینید جمله میگه میگه که دفاع از حرم به معنای حراست از قلب مؤمن است آقا چقدر ادبیات زیباه اصلا ول کنیم این حرفای مدافعان حرم و داعش و چرا دفاع از حرم رو با خشونت تعریف میکنی چرا همش دنبال خون ریختن این چرا همش دنبال جنگیدن با داعش و تکفیری ها و دفاع از حرم ببین چقدر آقای میرسل موسوی زیبا تعریف کرده به معنی حراست از قلب مؤمن آقا سوریه رو ولش کن داعش رو ول احمقی میری با داعش میجنگی بیا بریم از قلب مؤمنین حفاظت بکنی خب من یه نکته به شما بگم این حرفی که امروز حرف قشنگیه بارک خوش آمد. یه سوال ببین میگی که دفاع از سرم یعنی از قلب مؤمن حراست بکنیم برای اینکه گرایش به سمت ستمگر نداشته باشه قبول داری اینم خودت نوشتی دیگه قبول داری دیگه وقتی داعش بر منطقه ای حاکم شد تو نمیتونی قلبت رو محافظت بکنی که گرایش پیدا نکنه به سمت ستمگر چون ستمگر وادارت میکنه به این مسیر بیای داستان هایی که در اقلیم کردستان اتفاق افتاده و در مناطق اتفاق افتاده بخشیش رو مطالعه بکنی. اینا فاجعه است چیزهایی که در کتابهایی که توسط دخترانی که این ماجراها رو دیدن نوشته شده رو بخونید ببین بعضی چیزها رو من دوست ندارم مخاطبش دعوت بکنم کتابهایی هست من خوندم یک نمونهش رو روی صحبت من مشاهده میکنید واقعا مخاطب هیچ وقت بهش دعوت نکردم ولی الان که این بیانیه رو دارم میبینم بهش دعوت میکنم ایشون میگه که این کسی که این کتاب نوشته من یادم رفته کتاب در خارج از کشور جایزه زیاد گرفته میگه که اومدن با روسای ما صحبت کرده، گفتن که آقا ما یه دینی داریم این چیزی که داری از ما می‌بینی اینو بهش گرایش پیدا بکنید اگر گرایش پیدا کردین که هیچ اگر گرایش پیدا نکردین ما فردا میایم مردها سوار یک خودرویی بشن میبریم یک جایی و خانم ها بمانن خانم ها فعلا بمانن و میگه که اهالی روسا نشستن ما هم صحبت کردن که آقا ما یک دینی داریم یه هویتی داریم هویت ما تاریخیه دین ما اصلا چیزی است ما این نمیپذیریم و میگه نپذیرفتن میگه مردان ما این رو نپذیرفتن. میگه فرداش خود رو اومد همه مردان رو سوار کرد رفتن یک جایی و همه اینها رو به قتل رسوندن همه مردان روسا رو به قتل رسوندن که بر زنان روسا حاکم بشن ببین این جنایتی که داعش اینجا داره بهش اشاره میکنه من نمیخواستم این رو بگم یه جایی شما در تاریخ این رو میبینی که خیمه به خیمه رفتن که همه مردهای اون جمع رو بکشن که در بین اون افرادی که اونجا هستن فقط خانم ها بمانن مردی بین اونها نمونه نسل رو میخواستن آقایانش رو به طور کامل از بین ببرن داعش مدلش این شکلی بود اینو کجای داستان شدیم یه ده روزی یه جایی عزاداری میکنیم بخشایی داره جزئیاتی داره که ما خیلی فرصت نمیکنیم بخونیم تو بخشی از اون جزئیات اینا اومده که اینا خیمه به خیمه رفتن که یه دونه مرد از اون جماعت باقی نمونه همشون رو بکشن داعش مدلش این شکلی بود وقتی که اون آمده حاکم شده کدوم قلبو میخوای محافظت بکنی اصلا قلبی در کار نمیمونه جبر بر تو حاکم شده پس ببین این حرفای رویایی خوشگلی هم که میزنن در قالب بیانیه مبتنی بر حقیقت نیست چون وقتی جبر بر تو حاکم شد تو دیگه قلب مؤمن رو مدیریت نمیتونی بکنی هدایت نمیتونی بکنی هدایت تو سرت بخوره داعش شما ناموس ملت رو برد. چی میخوای هدایت بکنی؟ ادامهش رو بخونید در ادامه بیانیه میگه که این دفاع از حرم یعنی اینی که من گفتم میگه ولی اینا اسم دفاع از حرم عوض کردن. رفتن اسمش رو گذاشتن دفاع در سرزمین های بیگانه برای تحکیم پایه های رژیم کودکش داره حاکمیت سوریه رو میگه آه 80 درصد سوریه در اختیار داعشه بیانیه داده گفته حرم حضرت زینب رو با خاک یکسان میکنن آقا این کارو میکنی یا نمیکنی این تصویر حرم حضرت سکینه انجام دادم دیگه اونو انجام دادم به اینم میرسن صحابه پیامبر رو قبر کشیدن بیرون عکسش منتشر شد حالا عکس اون صحابه منتشر نشد من دقیق بزنم صحبت بکنم ولی تصاویر محله مزار ایشان که نبش قبل شد منتشر شد دیگه این تصویرش رو صحبت من دارید می‌بینید خب پس همه اینها رو داشت انجام میده یعنی داشت میرفت برای اینکه اون حرم رو با خاک یکسان بکنه و به همون هم اکتفا نمی‌کرد از ایران همه دی رفته بودن عضو شده بودن که یکیشون الان در زندان‌های ایرانه بعد میگفتن که تهران به زودی یه جای هستونه و تهران میایم تهران همین آقای ایمن از زواهری که اخیراً آمریکایی ها ادعا کردن که کشته شده اون هم بیانیه میداد خطاب به نیروهایی که در سوریه داشت میگفت صبر پیشه کنید که به زودی نبرد با ایرانی ها هم فرا میرسه مثلا هدف ایران بود ضمن اینکه حمله کرده بودن به حرم حضرت زینب هدف ایران بود حالا این داره چی میگه میگه اسم دفاع از حرم و اینا عوض کردن میگه دفاع از حرم حرف زیبایی که من میگم قلب مؤمن رو بیاین محافظت بکنیم در مقابل بدی و زشتی‌ها و این چیزها ولی ایران عوض کردن رفتن توی خاک کشور دیگه عجب جماعت عجیبی هم هستن اینا مثلا قاسم سلیمانی آدم عجیبیه هزار میلیارد بهش بدی بگی که این هزار میلیارد رو بگیر ولی بعد از اینکه موشک به خود روی تو برخورد کرد فقط دستی از تو میمونه در تصاویر این هزار میلیارد دیگه به درد نمیخوره خب چرا این کاری کرده یعنی مثلا نمیفهمیم یه جاهایی مدافعان حرم را نمیفهمیم آیا شرافت هم نداریم این بیانیه توسطی کسانی نوشته شده که من یقین دارم اینها آری از شرافت هستند ادامه بیانیه رو بخونیم میگه که اینا بلند شده رفتن در یک مملکت دیگه دفاع از یک حاکمیت کودک کش رو اسمشو رو گذاشتن دفاع از سرم سال گذشته یک ویدیو خدمت شما رو دادم هیچکس به این ویدیوی بنده توجه نکرد گفتم آقای مرشی از نزدیکان هاشمی رستنجانی مصاحبه ای کرده تو این مصاحبه خلاصه حرفش اینه که ما دفاع از سرم رو محترم میدونیم تا سوریه از سوریه به بعدش حرف داریم گفتم دوستان این داستان تمومی نداره اینا رزودی دامن ما رو خواهن گرفت اگر شما صاحب رسانه ای اگر مدیر مسئول یک روزنامه ای اگر تو یک خبرگذاری هستی از الان بشین ببین چیکار میخوای بکنی اگر فردا روزی اومدن گفتن دمش کرد هر کی در عراق جنگیده سوریه نه سوریه رو باش مشکل این میخوای چیکار کنی از الان رفش کن بیری تو همین بیانیه این داستان زد بیرون داستانی که یک سال پیش به میکردیم ادامهش رو بخونیم در ادامه میگه که میگه که برای این کار رفتن تو اون کشور حضور پیدا کردن میگه همون گونه که پیش از آن استخدام اوباش بدسیرت برای قمه کش کردن جوانان مردم ایران را بدسیرت نام گذاشتن داره اشاره میکنه به یک داستانی در سال 88 هشت که من اگر بتونم تو این ویدیو بهش اشاره میکنم اگر نتونم در یک ویدیو کاملش میکنم کامل بهش میپردازم بعد میگه که صدا سزا آن سردار بی افتخار داره به سردار حمیدانی اشاره میکنه سرداری که ابتدای ویدیو بهش اشاره کردن میگه که سزای آن سردار بی افتخار که به این جنایت اعتراف و مباهات کرد چه بود جز آن که جانش در قربت به قربانی مستبد دیگر تلف شد ببخشید یه سوال اگر یه نفری جانش در قربت به قربانی یک مستبد دیگر تلف بشه یعنی آدم بدیه تو الان حسین علی رو بردی سوال که تو سیدی چجوری حسین بن علی مرتضی سوال الان حسین بن علی اینیه که تو الان گفتی که رفته در یک مملکت غریبی توسط یک ستمگری جانشو گرفتن وقتی میخواید بیانیه بنویسید یک قهرمانی که از وطنش زده رفته هزاران کیلومتر آن سوتر از وطنش ایستاده برای اینکه با تکفیری ها به جنگ رو بکوبید دقت بکنید احمق ها که وقتی چیزی می نویسید اهانت به دیگران نباشه تو داری مدافع حرم رو میزنی تو الان مثال رو زدی اینجا و چیزی رو گفتی که داستان حسین علیه بعد سید هم هستی قبلش هم از قلب مومن گفتی تو میخوای قلب مومن محافظت بکنی؟ تو که حسین من علی رم بردی زیر سوال پس با این استدلالی که تو کردی هر کسی در مملکت قربت در مقابل کارها کشته بشه نه تنها آدم خوبی نیست نه تنها از خود گذشته نیست نه تنها مهاجر الله نیست بلکه آدم این که دوچار عذاب خدا شده دیگه پس این افغانستانی های مدافع حرم همشون دوچار عذاب خدا شدن درسته؟ دوستان یه جاهایی رزالت ما رو به یک نقطه میرسونه که توی این بیانیه داریم میبینیم او برای اینکه عقده گشایی بکنه او برای اینکه حرفی زده باشه که این حرف میخواستم یه چیزی بگم احساس کردم که باید علب رو رعایت بکنیم اگر خودم بودم خیلی حرفا رو راحت میزدم ولی چون شما مخاطب من هستین و دنبال کننده من هستین به احترام شما باید بعضی چیزها رو رعایت بکنم عبور میکنم میکنم دوباره متن رو برای شما میخونم میگه که آن سردار بی افتخار سردار همدانی رو داره میگه مردی که 80 درصد سوریه از دست رفته بود وارد میدان شد تحولات رو عوض کرد از او با افتخارتر در دنیا و آخرت پیدا نمیشه از او شرافتمندتر در دنیا و آخرت پیدا نمیشه اگر حمدانی نبود و اگر مدافعان حرم نبودن و اگر داعش تشکیل شده بود داعشی که ابتدای بیانیت نگران بودی ازش چجوری ابتدای یعنی از داعش نگران بودی الان داری به حسین حمدانی که در مقابل داعش ایستاده حمله می‌کنی تناقض دیگه بعد دوستان دقت بکنید بیانیه را اگه من نمیگفتم از میر حسین موسوی زیرش می‌نوشتم او اکبر بغدادی شما میگفتی قطعا او اکبر بغدادی نمیشه انگار یه داعشی نمیشه انگار یک داعشی نمیشه سین بشه من فقط یک نکته بگم دوستان داستان اول می‌خواستم بپرزم به داستان سردار همدانی 16 دقیقه 17 دقیقه رفتیم جلو خیلی طولانی شد نگرش میدارم یک جای دیگهی مفصل در روش احتمالا امروز در صحبت میکنیم با هم فقط یه چیز نمیخوام بگم اگر حسین همدانی نبود و اگر مردانی از جنس او نبودن در مقابل داعش بیستن امثال این بیانیه ها رو زنان شما به عربی باید مینوشتن خودتون که الان اصلا نبودین میخوای بنویسید زنان شما باید به عربی می نوشتن آقای حرفی که من توهم نیستین کتاب آخرین دختر رو برید بخوانید کتاب آخرین دختر رو برید بخوانید هیچ شخص کجا این کتاب رو به هیچ کس من پیشنهاد نکردم برای خواندن یه رفیقی داشتیم که ایشون این کتاب رو از ما گرفت و اینا رو میخونی شما گفتم آره گفت این چی گفتم داستان سوری است ناراحت شد وقتی کتاب خون از دست منم ناراحت شد که این خیلی چیز عجیب غریبیه این چیزی که من خوندم خیلی عجیب غریبه این حقایقی هست که رخ داده بخشی از حقایقی هست که بر زنان ایزدی رخ داده بخونید تا متوجه بشید قهرمان های وطن ما اگر نبودن اون کسانی که امروز امسال درنده های مثل میر حسین موسوی این شکلی پاچشون رو میگیرن اگر نبودن امروز وضعیت وطن به چه شکلی من فقط یه نکته اضافه میکنم الان فارغ از اینکه این, این بیانیه رو کی نوشته و چرا نوشته عیار جریان اصلاحات مشخص میشه ببین شما خودتون هستین و خدای خودتون شهدای مدافع حرم رو قهرمان های وطن رو و این مسیر رو درک کردین یا نه اون حرفایی که ما میزدیم میگفتیم اینا طرف داعش و ایسادن راستی یا دروغه اینجا باید اثباتش بکنیم من امیدوارم که به زودی شاهد اعلام براعت جریان اصلاحات و چهره های مطرحش از میر حسین موسوی و از این بیانیه کثیف و تهواور باشیم من نکته دیگه ندارم اگر شما که نکته ای هست حتما در قالب پیام برای من بفرستین خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم طولانی شد ولی لازم بود که این بیانیه رو توی دوتا ویدیو به طور اختصاصی بهش بپردازیم با همدیگه پیرامونش صحبت بکنیم اگر نکته شین ارسال بکنید مخلصم وقتتون بخیر